حقایقی جالب و باور نکردنی از زندگی شخصی الناز حبیبی، از ماجرای ازدواج و طلاقش از مهدی صاحب زمانی و همینطور مرگ دردناک مادرش توی دوران دبیرستان که باعث 4 سال خونه نشینی و ترک تحصیل اون شد. با ما همراه باشید، راجع به زندگی شخصی الناز حبیبی صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خانم الناز حبیبی متولد 21 مرداد ماه سال 1367 در شهر تهران هستند. بازیگر سینما و تلویزیون که اصالتی همدانی داره. ایشون فارغ التحصیل فوق دیپلم رشته تدوین و لیسانس رشته کارگردانی هستند و فعالیت هنریشون رو از کانون پرورش فکری کودکان شروع کردن و با سریال دردسرهای عظیم به اوج شهرت رسیدن. ایشون در یک خانواده با 5 خواهر و 1 برادر بزرگ شده و توی این خانواده شلوغ تحت داغاری خانواده به حساب می اومد و تمام اعضای خانوادهشون هم تا الان مهاجرت کردن و در کشور سوئد زندگی می کنن و ایشون تنها عضو خانواده است که ترجیح داده توی ایران زندگیش رو ادامه بده. ایشون از همون بچگی عاشق بازیگری بود و فعالیت هنریش رو میتونیم بگیم از 9 سالگی، یعنی حوالی سال 1376 شروع کرد. یکی از اعضای فعال کانون پرورش فکری کودکان در سنین پایین بود و وقتی که 9 سال بیشتر سن نداشت، از طریق شوهر دختر عمش که مدیر تولید یکی از پروژه‌های سینمایی بود برای بازی در فیلم دفترچه خاطرات انتخاب شد. کارگردان و تهیه کننده اون فیلم بعداً توی مصاحبه گفته بودن که برای فیلمشون دنبال دختری سرزبوندار و بامزه میگشتن که 10 نفر رو بررسی کردن ولی در نهایت انتخابشون الناز حبیبی بود. الناز حبیبی قبلاً بارها گفته که یکی از بزرگترین حامیاش توی زندگی پدرش بوده. پدر ایشون به شدت طرفدار هنر هست و از موسیقی تا سینما و هنرهای مختلف رو دنبال میکنه و در زمینه بازیگری هم همیشه مشوق و همراه الناز حبیبی بوده. حتی توی فیلم‌هایی که در کودکی و نوجوانی الناز حبیبی بازی کرده، پدرش توی تمام سکانس‌ها حضور داشته و کار کودکش رو از نزدیک تماشا میکرده. الناز حبیبی به صورت حرفه‌ای از سال 1185 وقتی که 18 ساله بود با سریال سالهای برف و بنفشه به کارگردانی سعید سلطانی فعالیت خودش رو شروع کرد. اون بعد از این سریال با سریال روزگار غریب در سال 1186 و بعد هم سریال فاصله ها در سال 89 چهرش رو شناخته تر و تجربهش رو بیشتر کرد، ولی خب اوج شهرتش رو میتونیم سریال دردسرهای عظیم در کنار جواد عزتی بدونیم که این فیلم در سال 1193 الناز حبیبی رو یک شبه به اوج شهرت رسوند. تلخترین اتفاق زندگی الناز حبیبی فوت مادرش توی دوران نوجوانی بوده. خودش در مورد مادرش اینجوری میگه که مادرم همیشه دوست داشت که بعد از اتمام دبیرستانم وارد دانشگاه بشم و بعد هم بازیگری رو دنبال بکنم و موفقیت من رو ببینه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و مادرم خیلی زود از بین ما رفت و فوت کرد. توی دوران دبیرستان بودش که مرگ ناگهانی مادرم یه شوک سنگین رو به من وارد کرد و همین باعث شدش که من توی دوران دبیرستان درس رو به صورت کامل رها بکنم و 4 سال خودم رو خونه نشین بکنم. نه درس میخوندم، نه کلاس میرفتم و نه کلن کاری میکردم. توی یه دوره طولانی مدت غم و افسردگی بودم و نمیتونستم حالم رو بهتر بکنم که کم کم با کمک های دیگران تونستم به زندگی عادی برگردم و بعد از 4 سال زندگیم رو از نو شروع بکنم. جالب بدونید که الناز حبیبی وقتی که 24 ساله بودش در سال 1191 ازدواج کرد. ایشون با آقایی به اسم مهدی صاحب زمانی که یکی از بیزینسمن های
خارج از کشور هستن ازدواج کردن و به همراه شوهرشون به خارج از کشور برای مدت کوتاهی مهاجرت کردن، ولی خب به خاطر اختلافاتی که داشتن ازدواجشون خیلی زود به طلاق ختم شد و خانم الناز حبیبی هم تصمیم گرفت که بعد از جدایی به ایران برگرده و زندگیش رو در ایران ادامه بده. ایشون برای اولین بار در برنامه دوره همی راجع به طلاقش صحبت کردش. ایشون علت اصلی جداییش از همسرش رو حضور همسرش در خارج از کشور میدونست، چون خودش اصلا علاقه به زندگی در خارج از کشور نداشت و بیشتر تایم سال رو ایران بود، ولی از طرف دیگه همسرش خارج از کشور بود و این دوری باعث شدش که فاصله ها بین این دو نفر زیاد بشه و در نهایت هم از همدیگه جدا بشن. خانم الناز حبیبی در پاسخ به سوال مهران مدیری در مورد ازدواج کردن و همینطور تجربه عشق گفت: ازدواج به موقع و با آدم مناسب خیلی خوبه، من هم عاشق شدم، ولی خب دوست ندارم خیلی در مورد اون حرف بزنم. الناز حبیبی الگو و اسطوره‌اش توی بازیگری رو خانم فاطمه معتمداریا و پرویز پرستویی میدونه و میگه از بین بازیگران ایرانی بازی این دو عزیز رو بیشتر از همه دوست دارم. خانم الناز حبیبی با اینکه جثه ریزمیزه ای داره و چهرهشون خیلی کوچیکتر از سن واقعیشون میخوره، ولی خودش مدعیه که بین دوستانش از گذشته تا به الان لقب مادر بزرگ رو داشته و چه توی دوران نوجوانی و چه دوران جوانی همیشه به اون لقب مادر بزرگ رو میدادن و دلیلش هم این بود که شدیداً آدم محتاط و محافظه‌کاری هستش و از هر جور اشتباه یا خطایی دوری میکنه و رفتارش مثل مادر بزرگ هاست. ایشون تجربه های عجیب و جالبی رو توی عرصه سینما داشته. خودش در مورد عجیب ترین اتفاقی که توی سینما افتاد اینجوری میگه که یک بار به خاطر اعتمادی که به چند نفر داشتم فیلمنامه ای رو بدون اینکه دقیق بخونم انتخاب کردم. بعد از 3 روز وقتی که جلوی دوربین رفتم دیدم فیلمنامه اصلا اون چیزی نبوده که من فکر میکردم و اصلا با روحیات من سازگار نیست. واسه همین بعد از 3 روز از گروه خدافظی کردم و گفتم که نمیتونم توی این فیلم حضور داشته باشم و از همونجا به خونه برگشتم. ولی خب توی یه اتفاق عجیب و باور نکردنی بلافاصله تهدید و اذیت‌های گروه تهیه و همینطور کارگردانی شروع شد و من رو تهدیدهای خیلی خطرناکی میکردم و من از ترس اینکه مبادا بلای سرم بیارن 1 هفته تمام از ترس در خونه خودم رو زندونی کرده بودم و فقط گریه میکردم و با شوک‌های عصبی روبرو شده بودم. الناز حبیبی بزرگترین منتقد خودش رو برادرش محمد میدونه و میگه معمولا از طرف خانوادم در مورد کارهای مختلف انتقاد خاصی نمیگیرم، اما محمد یکی از برادرهایم کارهام رو خیلی دقیق بررسی میکنه و همیشه ایراداتم رو با ریزبینی خاصی به هم میگه. الناز حبیبی بزرگترین ویژگی خودش رو رویا پرداز بودن میدونه و میگه از کودکی آدم رویا پردازی بودم و همیشه در رویاهام با خانوادم سعی میکنم. دوست دارم در آینده اگر خانواده‌ای تشکیل دادم خانواده‌ای موفق باشه. خانم حبیبی یکی از نقشای اصلی فیلم سینمایی فسیل رو هم ایفا کرده، فیلمی که رکورد فروش گیشه رو توی تابستان امسال موفق شد بشکنه و پرفروش‌ترین فیلم ایرانی لقب بگیره. از دیگر کارهای خانم حبیبی میتونیم به روماتیسم عماد و توبا، تورنا، ژن خوک، خجالت نکش، دشمن زن، ماه گرفتگی، زاپاس، هدیه ناخواسته، پیتزا مخلوط، فصل بارانهای موسمی، رفیق بد اشاره بکنیم. همینطور در سریال های تلویزیونی از جمله دوپینگ، دلدار، سارق روح، پرستاران، دردسرهای عظیم، دودکش، به خاطر مونا، لبه آتش، تا سریا، 5 کیلومتر بهش، فاصله ها و روزگار غریب اشاره بکنید. اگه با کارهای این بازیگر خوب کشور مخاطره دارید حتما تو بخش کامنت ها فیلم محبوبتون رو بر ما کامنت بذارید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.